پروردگار ما، شما از روحانیون ما میشنوید که وقتی که از آنها میپرسیم که خب برای اینکه یک حاکم بیراهه نرود، برای اینکه ظلم نکند، چه کار باید کرد؟ جوابشون این است که این حاکم باید عادل باشه، این حاکم باید با تقوا و پارسا باشه. چیزی بیش از این نیست. اونها دروغ نمیگن چون چیزی بیش از این در انبانشون نیست، ولی این مهار و این مکانیزم کارآنیست، کارآمد نیست، مگر در حیطه‌های کوچک. همه این حالا سخن من این است، در قلمروهای کوچک اقتدار ورزیدن تقوا و عدالت میتواند مهار خوبی باشه. اما اگر این قلمرو بزرگ شد، این قلمرو وقتی که بزرگ شد، اونگاه تکیه کردن بر اینکه شخص حاکم که همه قدرت ها در دست اوست، خودش باید عادل باشه و تقوا باشه، اصلا جواب نمیده. نه به هیچ وجه نمیتواند مسئله ما رو حل بکنه، بار ما رو بار بکنه. لذا به اصناف آفتها ممکن است که او مبتلا بشود و همچنان خودش رو عادل بدانه، دیگران و مریدان و اطرافیان و هواداران هم او رو عادل بدانن و آفتها ادامه پیدا کند و عمیق‌تر شود و جامعه رو در مهلکه نجات ناپذیری بیفکند. این از اون چیزهایی است که خیلی باید به فکرش بود. حالا شما فکر کنید که نکته اینجاست، شما فکر کنید که این قدرت مطلقه رو بدن به دست صنفی به نام روحانیت، روحانیتی که امر دین و علم دین هم به نظر خودشون در دست اونهاست، روحانیتی که خودش تقوا رو تعریف میکنه، خودش عدالت رو تعریف میکنه، خودش دین رو تعریف میکنه و تعلیم میده. هیچ چیز بیرون او وجود نداره. ببینید روحانیت تا اونجا خوبه، من به نکته برمیگردم، بازم توضیح میدم، یعنی این نکته مرکزی خیلی مهمه. روحانیت تا اونجا خوبه که ناقد باشه، تا اونجا خوب است که ناهی باشه. ببینید الان از قرآن شنیدیم دیگه، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا روحانیون و ربانیون و احبار نهی نمی کنن دیگران رو؟ چرا به صورت یک قدرتی نیستن که از فساد جلوگیری کنن؟ خودشون اگه قدرت بشن فساد می کنن آفرین. اما اینا به صورت آنتی پووار، یعنی ضد قدرت، اگر در جایی وجود داشته باشن بهترین نقش رو میتونن بازی کنن، بدون اینکه بخوان خودشون بر سریر قدرت بنشینن. فوق العاده این تفکیک مهمه. بالاخره جامعه قدرت‌های مختلف در او پخشه و یکیش هم قدرت سیاسی است. این قدرت سیاسی از درون میتواند مهار بشه، حتی میتونه تفکیک قوا در درون خودش برقرار کنه، اما همچنان مسئول از خطا و مسئول از ظلم نیست. یک قدرت فرهنگی دیگری، کلمه فرهنگی رو با حمد و عنایت به کار می‌برم، یک قدرت فرهنگی دیگری اگر بیرون این قدرت سیاسی وجود داشته باشه، کار او نقد قدرت باشه، کار او نهی باشه، دست بر اون بیماری‌ها و آفت‌ها بگذاره، خودش پیراسته از این بیماری‌ها و آفت‌ها باشه، به دیگران بتواند امر و نهی بکند، این بهترین موقعیتی است که برای یک صنف روحانی که تازه پیامد ناخواسته دین است میتوان اندیشید و فراهم کرد. از این طریق هم به خود، هم به دین، هم به جامعه، هم به قدرت سیاسی کمک خواهد کرد، خدمت خواهد کرد. اما و هزار اما، اگر خود این روحانیت و دین تبدیل شد به قدرت، قدرت رو خودش در دست بره، نه اینکه ناقد یک قدرت دیگری بشه، قدرت دینی بر قدرت سیاسی منطبق شد، یکی شدن این دوتا، قدرت سیاسی بر قدرت دینی منطبق شد، این دوتا یکی شدن، اینجاست که ما باید بنشینیم و به حال دین بگریم، اینجاست که باید عزا برپا بکنیم، برای اینکه دیگه قدرت دیگری از بیرون برای نقد باقی نمانده است. یک
خود این قدرت از درون مکانیزم مهار ندارد. دو و سوم این که این قدرت خودش عدالت و تقوا رو تعریف میکنه. ببینید این ستا وقتی با هم جمع بشن چه به بار میاد. میگفتن هیتلر میگفت من عادلم اما عدالت خودم تعریف میکنم، اینطوری همه عادلم. ببینید ما کمتر میبینیم این نکته رو که به طور سیستماتیک چرا وقتی قدرت دینی بر قدرت سیاسی منطبق میشود آفت خیز میشود. برای اینکه هیچ گروهی برای نقد از بیرون برای او باقی نمانده، برای اینکه خودش مکانیزم مهار قدرت نداره، برای اینکه خودش عدالت و پارسایی رو تعریف میکنه. به مردم میگه کی باشد که بخواد به ما یاد بده که عدالت چیست، کی باشد که به ما بخواد تقوا رو یاد بده. من این رو کاملا در روحانیت خودمون احساس کردم، در حدی که عدالت میتواند مکانیزم مهار باشه به همون مقدار به روحانیت باید قدرت ده. در حدی که پارسایی میتواند مکانیزم مهار و ترمز باشه به همون مقدار به روحانیت باید قدرت، بیش از اون دیگه مکانیزمی برای مهار قدرت نه. نکته خیلی اساسی است. این چنین باید نسبت میان دین و قدرت رو تعریف کرد. حالا ملاحظه بکنید وقتی که شما صنفی شدید و این صنف چنان که گفتم به فکر بقاء خودشه، به فکر قدرت خودشه و چنین می اندیشد که خود او با اون دیانتی که تعریف می کنه یکی شده است و چنین گمان می برد، گمان باطل که گویی در خدمت اون دیانت است، اون چیزی که حقیقتا رخ می دهد این است که اون دیانت در استخدام او قرار می گیره. اینجاست که استفاده ابزاری از دین معنا پیدا می کند. یعنی این دین دیگه به کار سعادت اخروی نمیاد، بلکه به کار افزودن بر قدرت یک قوم، یک صنف میاد و دیگه راهش رو از اون مقصد اصلی جدا کرده. این اون آفتی است که همه ما باید متوجه او باشیم. حالا یک صنف این چنینی چجوری به دین نگاه میکنه؟ به اندازه از دین استفاده میکنه که به کار قدرت او بیاد، به کار بقاء او بیاد. نامش رو البته میذاره عمل به احکام شرعیه ها. در نامگذاری و در یوفمیزم ما هیچ بحثی نداریم. روحانیون ما به توالت هم که میرن میگن برای تجدید وضو میریم، هر کاری را یک نام نیکی بر روی اون میگذارن. از این نامگذاری ها بگذاریم، اینا ما رو که نباید فریب بده. بعد ببینیم که ماهیت امر چیست، در عمق ماجرا چه نهفته است. ببینید برای اینکه اقتدار خودش بیشتر بشه اولا گزینش میکنه. همه اجزای دین به کار او نمیاد، چیزهایی بزرگ میشه که قدرتشون رو تحکیم کنه و چیزهایی اصلا از نظر دور داشته میشه. گزینش میکنه در میان گناهان، گناهانی که اقتدار شکن است برای اونها مهمتر میشه از گناهانی که حقیقتا در شرع گناهتر است ولی از چشم اینها میفته. شما نگاه بکنید در جامعه ما چرا مسئله شراب و حجاب اینقدر مهم شده؟ اینا شراب خوری گناه نیست، هست. بی حجابی از دید فقها، دست بگم جمع کثیری از فقها، گناه نیست، هست. بسیار خوب. ولی دروغگویی گناه نیست، هست. ریاکاری گناه نیست، هست. رباخاری چطور؟ غیبت کردن چطور؟ و اختلاس و بسی چیزهای دیگه. نام گناهه. اونا هم کارهاییست که شرعاً بسیار مذمومه. خب اما مسئله این است که شرابخواری علنی اقتدار اون حکومت دینی رو میشکند، بی حجابی علنی اقتدار او رو میشکند. یعنی دقیقاً یک زن بی حجاب گویی که در مقابل حکومت دینی که سلطه سیاسی و سلطه دینی رو بر هم منطبق کرده ایستاده و میگوید که من زیر بار شما نمیرم، زیر بار حکم دینیتون که پایه قدرت شما هست نمیرم، یک شرابخورم همین. و
به همین دلیل به شدت با این گناهان برخورد می شود، به شدت فروکوفته می شود. اما کسانی که ریاکارند، کسانی که صد دروغ به نام دین می گویند، کسانی که خرافه می گسترند، اینا اصلا مورد عتاب نرم و ملایمی هم قرار نمی گیرند. در یک جامعه دینی ریا اصلا اشکالی ندارد، اصلا کسی به اونو، بلکه ریاکار ترین افراد محترم ترین هم خواهند. ریا یعنی چی؟ یعنی کسی که می کوشد که این پیشانیش رو با مهر نشانی بیاندازد برای اینکه علامت نمازگذاری رو باشه. یا اینکه نگاه کنید به گزینش، گزینش ها. ببینید یک روحانی مثل آیت الله خمینی میاد یه روایتی رو که سندن و دلالتن مخدوش و مشکوک، همون روایتی که میگوید که من ربات احادیثمون رو بر شما حکم قرار دادم، این روایتی که سندن و دلالتن مخدوش و مشکوک، فرض کنیم که صحیح هست، مگه چقدر از دل این میشه مطلب استنباط کرد؟ دو نفر سر ارثی ملکی دعواشون شده، رفتن پیش امام و امام گفته که برید پیش علما، اونا برای شما داوری کنن. چون کار بر گزینش است، گزینشی به نفع اقتدار یک طبقه و یک سنف، این روایت رو یک نفر میگیره، از دل او اقتدار مطلق یک فقیه رو بیرون میاره، اقتدار مطلقی که هیچ دیکتاتوری در عالم به خواب ندید، بر جان مردم، بر مالشون، بر خونشون، بر ارزشون، بر ناموسشون، بر آبروشون، بر زندگیشون تسلط مطلق پیدا میکنه. چرا؟ چون یه همچه روایت میکنه. من همیشه گفتم که دیکتاتوری های دینی بسیار بدترند از دیکتاتوری های غیر دینی. در دیکتاتوری های غیر دینی دیکتاتور اون دیکتاتوری رو حق به خودش میده، اما در دیکتاتوری دینی دیکتاتوری رو تکلیف خودش میده و معتقد است که این تکلیف رو از دل دین بیرون آورده و به عهده او نهاده اند که اینطور قدرت بورزد و این اقتدار مطلق رو از هر حیث در دستان خودش بگیره و به دیگران هم تقسیم نکنه. حد اکثر مکانیزمی هم که برای این قدرت مطلق تعریف و تعیین شده است عبارت است از تقوا و عدالت. تقوا و عدالتی که خود آقا تعریف میکنند و خود هم نشینان و هم درسان و هم مدرسه های او تعریف میکنند، که وقتی که شما در دل همون روایات برید میبینید که چه مفهوم ضعیفی است که برابری با یک چنین قدرت وحشتناک حیولایی و مالی خودیایی نمیتونه بکنه. نو اندیشان و روشنفکران دینی در واقع اینها تنها طایفه ای هستند که ناقدان روحانیت و به همین دلیل هم بیشترین ضربه رو از اونها میخورن، بیشترین مصیبت رو هم میبرن. برای اینکه روحانیت نه که در درون خودش مکانیزم مهار و مکانیزم شستشو نداره و خودش رو همیشه پاک و منزه و مطهر میشمارد و به دیگران درس طهارت و تنزه میده، نمیتواند بپذیرد که یه قومی از بیرون ناظر اونها باشه و اونها رو نظارت کنن، نقد کنن، تصحیح و تکمیل کنن. حتی توان و تاب و تحمل این مقدار رو هم نداره. به همین دلیل من میخوام میگم اتفاقا بهترین نقش رو در جامعه کنونی ما که زیر سلطه‌ای قرار دارد، زیر قدرتی قرار دارد که اون قدرون قدرت، قدرت دینی و سیاسی یکی شده اند و منطبق شدن، بهترین نقش رو برای شستشو، برای تطهیر، برای تعدیل همین نوع اندیشان و روشنفکران دینی ایفا می کنن. از بیرون نظر می کنن، نقد قدرت می کنن و سعی می کنن که در حد توانشون اونها رو به راه راست بیارن. البته بهترین شیوه تفکیک این دو قدرت است، بهترین شیوه، و این همون معنای سکولاریزم سیاسی است. و این رهایی از دین نیست، بلکه رهایی دین است. یعنی این برای این نیست که مردم از دین خلاص بشن، برای اینکه دین از دست قدرت فساد آور خلاص میشه، خودش بدل به یک قدرتی نشود که آفت زده بشه.